که آقای واسان عزیز کارگردان فنی برنامه امروز برنامه روزنرو خدمتتون تقدیم میکنه. روزهای شنبه هم 8 بامداد در خدمتتون هستم. دوستان میپرسن بازپخش، میدونم روزهای شنبه میره یک شنبه صبح به وقت کالیفرنیا بعد از ساعت 1 و روزهای سه شنبه هم جمعه صبح ها به وقت ایران پخش میشه. ساعتاش رو نمیدونم، باور کنید، ولی کن در سایت خود روی در رو، در سایت بهرام مشیری.com و دیگه ما صحبت کردیم. تلویزیون پارس بنده تنها کسی بودم که برنامه ما آرشیو نمیشد و پرسیدم که علت چیست. چند بار اعتراض کردم، به هر حال گویا یا فراموشی بوده یا علت خاصی داشته که در اقلیت هستیم دیگه. میبخشید هموطنان، امیدوارم در اونجا هم آرشیو بشه. بعضی کشورها به ویژه کشورهایی که قدرتمندن، بظاهر دموکراتیک هم هستن، سیستم های دموکراتیک دارن، اصولا با شیوه که در خاورمیانه بود قبل از رادیکال های اسلامی موافق بودند. مشروط بر اینکه کمونیسم نفوذ نمی کرد، مشروط بر اینکه مستبدین حق اینها رو می دادن، مردم رو سرکوب می کردن، از یک سو با مذهبیون می ساختن، یعنی در واقع قدرت مذهب و استبداد در دو طرف ترازو بوده قرنها و بیشتر در دهه های اخیر که این جهان به دموکراسی رسیده، چون به نفع غرب بود که مردم رو در حمق و گولی، مردم رو در حماقت محض، در خرافات مذهبی نگه داره، بتونه در منطقه نفوذ کنه و از نفوذ کمونیسم، چون در شروع قرن 20 این سوسیالیسم بود و در واقع ایده های مارکس و انگلز که جهانگیر شد و اولین کشور هم که میدونین دموکراسی سرکوب شد یونان بود. کنستانتین پادشاه یونان یک پادشاهی بود که بسیار دموکرات، روزنامه ها آزاد، و بعد آمدن به اصطلاح با کمک بوش پدر که بهش قصاب یونان میگن، آمدن حکومت سرهنگ ها رو آوردن و بعد رسید به ایران و به جاهای دیگر. همه کار کردن که جلوی نفوذ کمونیسم رو بگیرن، چون این سرمایه‌داری و کپیتالیسم بود که در جنگ بود، یعنی موقع این دو در این ور ترازو و اون ور ترازو بودن. کاری که کردن، حالا اون جریان کمونیسم به تدریج تضعیف شد به صورت یک قدرت، یک ابرقدرت و جهانگیر شدن و اتحاد جماهیر شوروی هم برو پاشید، اما یک ماری از زیر افعی از زیر این آستین مستبدین که برای دهه ها حقوق غرب رو ضمانت کرده بودن بیرون آمد، که دیدن ایداد این داره از گردن خودشون میزنه بیرون، و این مذهب بود. حالا امروز با این موزل مذهبی مواجه شدن، اما این کشورها ترجیح میدادن که این کشورهای خاورمیانه در واقع امنیت اسرائیل با حسنی مبارک در مصر، با معمر قذافی در لیبی و با پدر و پسر اسد و الان پسرش، دو پسر اسد حافظ و پسرش، تأمین میشد. به نفعشون نیست، چون الان آزاد جبون ها به پا خواستن و به وحشت افتادن. میبینیم که آقای نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو چگونه میگه که این بهار عرب تبدیل شده به قدرتگیری اسلامیون. خب مشخصه، آیا حزب دیگری در این کشورها که همه اسلامی هستن، زبانشون هم زبان عربی و قرآن هست به غیر از ایران و افغانستان، آیا راه دیگری با پاکستان، آیا راه دیگری، حزب دیگری وجود داشت به غیر از اسلامیون که وقتی این ریولوشن قرن 21 در واقع اگر مارکس و انگلز در قرن 20 به بیداری بشر کمک کردن، در این قرن بیل گیت و کسانی مثل استیو جابز با انقلاب تکنولوژی اینترنتی به وجود آوردن. در واقع یک قرن پیش مارکس و انگلز رو میگفتن که پیامبران زمینی هستند،
آمدن به کمک بشریت، بورژوازی رو از بین بردن، ارباب و رعیتی رو، این سیستم های خانخانی رو، شاهزاده های محلی رو، این یک قرن و اندی به طول کشید ولی باز بشریت رو، موزلش رو حل نکرد. الان قرن 21، حالا این پیامبران زمینی، این مخترعین اینترنت هستن که جوانها رو دارن بیدار میکنن. حالا منطقه چی کار میخواد بکنه؟ در یک دست قرآن داره، در یک دست انقلاب جوانان، و سعی میکنه که سبقت بگیره، سعی میکنه با سرکوب، با تبلیغ هرچی بیشتر جوانها رو در همون دامی که برای دهه ها و قرن ها بودن نگه دارن. اما زمان تغییر کرده و در وقتی که انقلاب 1905 اکتبر در روسیه و بعد 1917 انقلاب بولشویسکی و کمونیسم آمد، دیدیم که چه تأثیری گذاشت. اولین جایی که تأثیر گذاشت در منطقه ما بود، ایران. به همین دلیل این برای قانون مشروطه و آمدن زنان به میدان و این پیشرفت زنان در منطقه و اصلا پیشرفت مجلس به خاطر نزدیکی برخورد عقایدی بود، پیشرفت روشن فکرانی بودن که ظهور کرده بودن، سالها و دهه ها در بین زیر استبداد بودن در قفقاز، در نزدیکی ایران. خب اون موقع که هنوز استالینی بر سر کار نیامده بود که سرخ بکنه خاک زمین رو از خون بشریت، اما انقلاب یک انقلاب درستی بود در زمان خودش. شیوه های کهن قدیم رو در هم ریخت و دیدیم در ایران بیش از همه. حالا این انقلاب بخش دومش، خب اون بخشش که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که معلوم نشد چی شده که اونطوری شده، باسمه ای بود بدون که کسی بگه. ها صبح از خواب پاشدن گفتن که اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت دیگه، هر کسی میتونه قرآنش رو میخواد در بیاره، مسیح مسیحی باشه، میخواد نمیدونم حزب تشکیل بده. تازه کمونیست، حزب کمونیست هم یواش یواش ممکنه ممنوع بشه، مواظب باشی. ولی الان میبینیم که دوباره در روسیه بخش دیگری از انقلاب فرهنگی داره به وقوع میپیونده. یعنی این که میگوین بهار عرب به روسیه هم رسیده، که من معتقد هستم هر اتفاقی که در روسیه بیفته، که خواهد افتاد، این استبدادی که آقای پوتین گذاشته که آنچنان فرقی با کمونیسم نداره، این مردک اونجا وایساده یا به عنوان رئیس جمهور، یا به عنوان وزیر رئیس اینتلیجنس سرویس، نه به عنوان نخست وزیر، نمیخواد بره کنار. کلن این آدم هایی که بیش از دو دوره در رأس بالاترین مقام کشوری هستند، باید این سیستم در جهان نقض بشه، از بین بره، پایمال بشه. چون طبیعت و خاصیت بشره، این دیکتاتوری جزء ذات بشره، و این در هم پاشیدگی که ما الان میبینیم در منطقه، در هم کوبیدن همین آدم هاییست که میمونن تا فسیل بشن، با فسیلشون جوونه ها و سبزه ها رو همینطور لگدمال میکنن و در باطلاق میاندازن. خب اون شیوه دیکتاتوری معلومه که به نفع منطقه بود، چون مردمان انتظاری نداشتن. یک دیکتاتوری بود، غرب هم گفت ما از تو حمایت میکنیم، حقوق بشر به ما ربطی نداره، سازمان حقوق بشری هم وجود نداشتن، سرسدان به این شکل نداشتن، اگر کسی میخواست به سازمان حقوق بشر شکایت کنه باید پا میشود میامد نیویورک فرزن، یا پا میشود میرفت به اروپا، ولی الان با یک ایمیل، با یک نامه، با یک تلفن، اینترنت، هر کسی در مرکز خودش. پس این سازمان ها توسط همین تکنولوژی امروز موجب شدن که بشر بفهمه که در چه دام و تله‌ای بوده و نمیخواد دیگه. این به نفع بعضی از کشورها نیست. خب طبیعی است که یک شب دموکراسی نمیاد، ولیکن به صرف این که چقدر امن بود منطقه، مصر چقدر امن بود، توش بمب انداخته نمیشد، لیبی چقدر امن بود، این قبیله ها به جون هم نیفتاده بودن، یا اگر سوریه بره وضعیت معلوم نیست چی بشه، مثل عراق بشه، به این جهت نمیشه بشریت رو در خفقان نگه داشت و تضمین کرد حقوق
و آسایش و امنیت بعض از کشورها رو که اینا هر روز پیشرفته و پیشرفته تر بشن، ما مردم اون در عقب افتادگی بمونن، سرکوب بشن، کشتار بشن، و اگر بخوان پیشرفته بشن پولشون رو بردارن بیان در غرب تحصیل کنن، مغزهای فراری بشن و در واقع جامعه دموکراتیک غرب از اونا بهره بگیره. اما آنچه در کشور اونها میمونه چیزی نباشه جز نفت. نفتم که تموم شد ذهن وجود نداره. یه دا آدم های عروسکی که میشه قشنگ اینها رو به عنوان مصرف کننده استفاده کرد. خب بله، امروز خیلی ها دوست ندارن این شیوه رو در منطقه، این شیوه به هم ریختن، در هم کوبیدن دیکتاتورا، چون در شروع شما یه بمبی که در یک جا میذارید ساختمان منفجر میشه، تکه ها به این ور اون ور میپرن، خاکستر، دود، هزاروی خرابکاری، تا تهنشین بشه خرابکاریش دوباره از زیر بنا درست شه. انقلاب ها هم همین شکلن. چگونه انتظار داشتیم که در مصر مثلا امروز اخوان المسلمین قدرت نگیرن؟ تازه اینها میدونن که نمیتونم شیوه جمهوری اسلامی، شیوه 57 یک مورد استثنایی در تاریخ بود، یک مورد استثنایی در تاریخ بود. یعنی نه زنان ایران زنان مصر هستن اگر اخوان المسلمین هم بیاد، چون زنان مصر در زیر پوشش و همون شکل اسلامی هستش که سکس دارن، دیسکو میرن، مشروب میخورن، میرخصن، اعتراض میکنن. پس موضوع پوششی نیست که در ایران به اون با اون موضوع آمدن و زن رو خواستن سرکوب کنن. بعدم این موضوع قبر و قبر بازی و نمیدونم منبر و اینها در شیوه های سنی نیست. حالا فرقه های رادیکال ترشون هم هستن، اما ما نباید انتظار بیشتر از این داشته باشیم. کشورهایی که دهه ها خفقان بوده، حالا میگن سکولار بودن، نه سکولار بودن از لحاظ ظاهری که دین، ولی کن اینها حکم دین و مذهب در هم ادغام بودن. در ایران هم قبل از 57 دین و مذهب در هم ادغام بودن. کجا سکولار بودیم؟ برای زن ایرانی اگر تصمیمی میخواست گرفته بشه در مورد حقوق آزادش، نمیدونم دروس مدرسه دفتر، اینا باید با آیات و عزام مشورت میشد، کسب اجازه میشد. در واقع یکی اونا پول میدادن، یکی اینا میدادن، به همدیگه آوانس میدادن. ما هرگز کشور سکولار نبودیم از بعد از مشروطه، ظاهرا بودیم، ولیکن با قدری آزادی اجتماعی دادن به زنها این نمیشه گفت حکومت سکولاره. یا در مصر ظاهرا سکولاره، بله دیسکوها هم بازن، مشروب هم آزاده، ولی دین و دولت در هم قاطی هست در مصر. به همین دلیله که وقتی اون ور ماجرا رو مستبد رو میخوان بزنن، یک دفعه قشر مذهبی و ذهنیتی که دهها بر روی مغز انسان ها لونه کرده بود چون موریانه، میزنه بیرون، میاد تو جامعه، خودش رو نشون میده، میخواد بیاد قدرت رو در دست بگیره. اما بشریت نخواهد پذیرفت، یعنی این شیوه کار کرد نداره. هرچند که ما شاهد زد و خوردهای مذهبی خواهیم بود، در نهایت جهان داره جوان میشه، نه تنها فقط جمعیت ایران 70% جوان هستن، تمام دنیا جوان میشه، نفت داره جوان میشه. مگه اینکه در یه محیط فقط مثل فیضیه قم یکی رو نگه دارن، یا در یک محیط جزیره بسته، تازه باز اون هم شرایط جهانی به نوعی درش تاثیر میذاره. حالا بازی های فرقه‌ای همیشه خواهد بود. یکی میگفت این در سوئیس الان یکی از دیگه دموکرات ترین کشورها رو کره خاکی، هر کسی که میخواد آرزوی یک کشور دموکراسی رو داشته باشه سوئیس رو مثال میزنه. جنگ درش نیست، مردم موسیقی کلاسیک میرن، همه چند زبان میدونن، آرامش میگن، به قدریش جامعش خسته کننده شده که فقط دو موضوع دارن راجع به صحبت کنن، یکی هوا، امروز گرم سرد، درجه هوا چی، یکم موضوع سگهاشه. یک جامعه ساکت، یک جامعه یک دست، خب به اون حدم که برسه یه مقدار باز به اشکالی مردمش خسته میشن. حالا ما تا بخوایم
به گرد پای کشورهای مثل سوئیس هم از لحاظ دموکراسی برسیم مدت ها طول میکشه. این قوانین هی باید عوض شد، جوان های باید اعتراض کنن، سرکوب ها باید بشه. آنچه که الان در چند روز اخیر در روسیه اتفاق افتاد، این نشون میده که این واقعا حرکت تکنولوژی چگونه جهان رو داره چند دهه چند قرن جلو میندازه، چند قرن داره جوانها رو جلو میندازه، جوان و همه فرمول ها رو داره در هم میکوبه. و مطمئن باشی جمهوری اسلامی همونقدر که نگران سوریه است که بشار اسد بره و یک حکومت دموکراتیک بر روی کار بیاد، نگران شوروی هم روسیه هم هست، چون در روسیه هر تأثیر فرهنگی گوشته باشه اولین بیشتر از همه در خود ایران میذاره، و تأثیر فرهنگی که در ایران بذاره در افغانستان میذاره، در پاکستان، بعد در نهایت به همین جهت هیچ خوششون نمیاد دولت ایران که در روسیه انقلابی بشه و مردم این تظاهرات رو ادامه بدن. چون گوش میکردم در این رادیوی NPR با سران مخالفین صحبت میکردن و اصلا صحبت اینا فقط پوتین نیست، اینها میگن ما از لحاظ تاریخی تجربه داریم، جنگ ها کردیم، کشته ها دادیم، انقلاب ها کردیم، نرسیدیم به اون چیزی که میخواییم و باید برسیم و امروز نسل بیدار شده. خب اینم یک خبر خیلی خوشی است که در روسیه هم، یعنی داره به ما نشون میده که این روزخانی هایی که میگن حالا میخوان دنیا رو رادیکالیزه بکنیم یا اسلام میخواد جهان رو بگیره، اسلام ایرانی میخواد تا کربلا و نجاف بره و بعد دست راستی های خودمون ایرانی های هم. آی نگفتیم، آی ما که گفتیم حسنی مبارک باشه بهتره، اقلا منطقه امن بود. یعنی ترجیح میدادن که میلیون ها نفر در حماقت بمونن، در سرکوب و فقر و بیسوادی بمونن، اما امنیت پا بر جا باشه. ما چه بخواهیم چه نخواهیم این دوران به سر رسیده، حالا یا ذهن ما با این جوانها جوان میشه یا پوسیده این که به هر حال یکی دو نسل دیگه جوانترینمونم رفتیم به گوشه و از دور خارج شدیم. اما ضمن این که این اتفاقات داره در جهان میفته، در خود ایران و جوانها اصلا موضوع اسلام الان نیست، هرچند که مسلمان هم هستن، نمازشون هم شاید میخونن. ما ببینیم چجوری این اسلام رو آوردن به اروپا و اروپا و آمریکا. روز عزاداری حسینی، روز عاشورا در نیویورک. من تعجب کردم وقتی این رو، چون از چند منبع این فیلم برای من رسیده بود که آیا این به راستی نیویورکه؟ جای یه بقول خود اسلامیون مفسدین فلعرز، جایی که سینمای هالیوود کشیده شده به اونجا برای فیلم برداری، جایی که اصلا همخوانی نداری، یعنی هرچی آدمه که برای خوشگذرونی و تفریح و یک شهر کاسمپولیتن سینه زنی. لطف فرمایید نگاه کنید، تماشا کنید، سینه زنی عاشورای حسینی در نیویورک، اسلام به نیویورک رسید. مظلومیت امام حسین علیه السلام مکان و زمان نمی‌شناسد و مردم در خیابان‌های نیویورک نیز به نام روز حسین فریاد مظلومیت ایشان را سر دادند. روز حسین دیگر برای آمریکایی‌ها روز شناخته شده است، عاشقان امام حسین علیه السلام و بزرگ داشت قیامش. این جوان آمریکایی مسیحی که توفیق تشرف به اسلام داشته از نحوه مسلمان شدنش میگوید. I was raised Catholic actually and then I didn't believe in anything for a long time. من مسیحی کاتولیک بودم. شما چگونه به اسلام گرویدی؟ حسین actually. Really? Yes, yeah. در واقع امام حسین راهنمای من به دین اسلام بود. در تحقیق دانشگاه هم با وی آشنا شدم. او یک سمبل جهانی برای جویندگان حقیقت است.
آرزوی من زیارت و دیدن اوست. I mean inshallah I hope that I get to make ziyarat to see him. روشنگری جوانان شیعه در این مهد جهان مادی غرب بس اثرگذار است. They're giving out these flyers to all the non-Muslims to explain what is going on here. ما با این ویژه‌نامه‌ها به رهگذران توضیح می‌دهیم که امام حسین علیه السلام چه بود و چرا کشته شد. عاشق حسین آمد به جای مادر من حضرت زهرا بر سر من My background's Jewish, okay? But من در خانواده یهودی به دنیا آمدم. اما علاقه‌مندم درباره اسلام بیشتر بدانم. اسلام حقیقت بزرگی از جهان امروز است. Interesting. The Imam Hussein procession is in Manhattan. اینجا یک شفاخانه است. می‌بینید که نذوراتی که در عزای امام حسین می‌دهند چقدر خواهان دارد. سلام یا حسین. ابراهیم شکوری، صلوات سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیویورک. ساندیس خورهای نیویورکی رو دیدی در نیویورک؟ اینا کجان که در روز روشن در نیویورک دیده نمیشن؟ این خانوما کجاست؟ شبان مینیجوب میپوشن زیر موهاشون هایلایت، کجان اینا؟ بعد برای اینکه فلفل زرچوبش هم زیاد کنن یه مسیحی کاتولیک مسیحی که از قیافش همق و گولی میبالید و یه نفر به ظاهر یهودی نمیدونم صورت هم اوبر کرده بود، بله به حسین و اسلام حسین، این فکر کنم با حسین براک اوباما شاید اشتباه کردن، ولی کن این جریان خیلی خوب آزادی بیان چه اشکالیه؟ حالا یه دیم ممکن میگن آی آی اینا یه خود پر رو بشن دومشون چی دست، اینا هم تازه شب خودشون دارن زیر اون چادر میخندن، چون اصلا کسی با این چنین تفکری در نیویورک نمیتونه زندگی کنه. اینا باید برن کربلا، اینا باید برن قم، قمش هم اینطوری نیست، از آبی که میخورن حرومه تا اتوبوسی که سوار میشن. اینا یعنی اینا همه تبلیغاته. ما در نیویورک جز آرتیست و نمیدونم هنرمند و یک زندگی بلبشوی هیپی چیزی دیگه، خب تمدن چیز دیگری نمیبینیم. اینهای رفع کجا سر کلشون پیدا شده؟ عاشورای حسینی، این خیلی جالبه، پول تبلیغات. خب این ظاهر قضیه است، این نیویورک، اون نیویورک که نیست که دیدی. و حالا فیلمی از داخل ایران بهتون نشون میدیم، از یک بانوی مبارز، یک شاعره که هرچند که پوشیده اما نشون میده که تفکر در ایران اون نیست که به ظاهر تبلیغ میشه و لباس نشون داده میشه با لباس. در واقع این بانو آناهیتا ترکمان، شیرزن شاعره ایرانی، لطف بفرمایید دقت کنید. ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. سلام، خیلی ممنون، مرسی. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه حاضرین عزیز. تشکر میکنم از آقای صدرا، من همیشه آرزوم بوده که توی این جلسه باشم و خیلی خوشحالم که این افتخار رو به من دادن که در حضور ایشون و شما باشم. من اجازه میخوام شعری رو که یادگار سبزترین روزهای زندگیمه تقدیم کنم به خاکی که در باور من از هر خاک دیگه‌ای برای سجده کردن متبرک‌تره. اگر عزیزانی شنیدن من پیشاپیش معذرت میخوام. من عشق را به نام پاک تو آغاز می کنم، من عشق را به نام پاک تو آغاز می کنم، تنها در آسمان مهر تو پرواز می کنم، می بوسمت که داغ تنت شور زندگیست، می خوانمت که شور تو ماهور زندگیست. جریان سرخ عشق، جریان سرخ عشق و روان در رگ منی، در سینه ام ندل که به جایش تو می زنی. من هر چه دارم از
تو و دامان پاک توست گنج گران زندگیم عطر خاک توست. این خاک پاک هستی ما افتخار ماست، این خاک پاک هستی ما افتخار ماست، نامش چراغ روشن شبهای تار ماست، میراث جاودان نیاکان آرش است، پاکیزه از قداست خورشید و آتش است. عطر بهشت میدهد این مرز پرگوهر، عطر بهشت میدهد این مرز پرگوهر، این برترین تجلی سرچشمه هنر. این خاک پاک هستی ما افتخار ماست، نامش چراغ روشن شبهای تار ماست، حالا دلش گرفته از این روزهای سرد، این لحظه های پر از ترس، التهاب، درد، اصلا دلش شکسته از این فقز در گلو، این شهر مرده بی شور و های و هو. از بوی مرگ و وحشت و بیداد خسته است، از زخم تازیانه جلاد خسته است، حالا کجاست غیرت آرش که جان دهد این خاک را دوباره غرور ارمغان دهد؟ پس کو؟ کجاست حرمت خون سیاوشان؟ بر جا چه مانده از درفش و دلاور دگر نشان؟ این خاک پاک هستی ما افتخار ماست، نامش چراغ روشن شبهای تار ماست، حالا نجات عزت تاریخ دست توست، باور بکن شکست نیاکان شکست توست، دست تو امتداد تکاپوی آرش است، دست تو امتداد تکاپوی آرش است، سوزنده از اراده تو حرم آتش است. باید از این خیال گران چشم وا کنیم، باید از این خیال گران چشم وا کنیم، باید به کاوه های زمان اقتدا کنیم، این بهترین مجال برای حضور ماست، چشم خلیج مانده به راه عبور ماست. بانو آناهیتا ترکمان. فقط خانم هیلا صدیقی نبودا، هیلا صدیقی رو گرفتیم، صداشو خاموش کردیم. ده ها و صدها دختر زیبا چهره و زیبا افکار و شجاع امروز در عربستان در سی ان ان هنوز ویدیوش نیومده، همین یک ساعت پیش گزارش میداد که یک زنی رو در عربستان به عنوان جادوگر ویچ هانس سرش رو زدن. جادوگر، میدونیم که تا قرن 17 کلیساهای کاتولیک اروپا زنهای با استعداد، زنهایی که باهوشتر بودن، زنهایی که دور هم جمع میشدن، تمرکز میکردن، مدیتیشن میکردن، مدیتیشن و در واقع با جمع‌آوری نیروهای همدیگه، نیروهای مغناطیسی درد رو خوب میکردن، قدرت از همدیگه قدرت میگرفتن، کاری که امروز همه جای دنیا کلاس هست براش. این زنها رو به عنوان جادوگر میکشتن و بعد به قدر این کلیساهای اروپا برای اینکه از قدرت زن میترسیدن متعجب شده بودن که هر زنی که خال بر رو تنش بود گفتن یه جادوگره و این به جای رسیده بود که اروپا کم بوده زن داشت، تا اینکه به امریکا رسید و به هر حال جلوش رو گرفته شد. این حالا این شیوه تازه زنهای عربستان دارن بیدار میشن. گردن دادن این زن امروز در عربستان به عنوان جادوگر در واقع نشان رشد زنان یک جامعه است که دارن قد علم میکنن، یک روز به عنوان خواستن حق رانندگی
و روز دیگر به عنوان اعتراض دیگر اینها رو سر میزنن. این اسلامی است که در عربستان عمره بیش از 1400 سال و زنان بزرگی چون خدیجه زن پیامبر اسلام رو هم در واقع ذهنم سر زده، چون قبل از اسلام زنان در عربستان سعودی بسیار آزاده تر بودن، تاجر بودن، قدرت داشتن، حتی چند شوهری بوده. و این اسلامه که 1400 سال داره با قوانینش تحمیل میشه و الگو فرمش به جامعه ما، به قد قواره جامعه ما نمیخوره. حالا کی در خود عربستان هم داره شروع میشه و بیچاره چه خونهایی ریخته بشه از این زنها. این یکی صدافش در اومده، کم نمی کشن و خفه نمی کنن و نمی سوزونن و اصلا جامعه صداش رو در نمیاره در چارچوب خانه یا در چارچوب اجتماع. بعد اینها میخوان اسلام رو جهانی بکنن، تصور میکنن با سینه زنی روز عاشورای حسینی در نیویورک میتونن جامعه غرب رو بترسونن یا بگن ما آمدیم. نمیدونن اینها یه شیوه های زرنگی دارن، میخوان اینا آزادی داشته باشن، بیان هم خودشون رو بریزن بیرون، هم ذهنیتشون رو به دنیا نشون بدن که کسی دیگه جذب اینها نشه بیشتر از این، گورشون رو بیشتر نخوره، یه خورده پر رو بشن، بلدن چگونه دنبشون رو کوتاه کنن. کما اینکه آغاز شده در اروپا از تو تمام مساجد، نمیدونه کسی بغل دستیش مامور FBI MI6 یا به کدوم مأمور امنیتی مربوط میشه، خوب دارن زیر نفوذ میگیرن اینها رو. اما این بانو خانم آناهیتا ترکمان که یکی از شاعرای ایرانی، شاعرهای بی نظیر ایران، در واقع پاسخی داد به آنچه که خارج از کشور اسلامگرایی میکنن، ظاهرن تظاهر میکنن. و بعد میبینیم که یک شیوه دیگه هم اعتراض به این نحوه زدیت، چون بخش اسلام بخش عظیمش سکسه، یعنی اصلا این یه قانون سکسولوژیه در کل این جریان. حالا یه سری موارد آیاتی هم آورده که برابری و برادری و اینو، خب مگه بشر نمیدونست که از اول روز اول که اومده بود همه به هم کمک میکنن؟ این برادری و برابری و حقوق انسان که در ذات بشره، یه خورده خب تبلیغ میشه بشر به هم کمک میکرده از روز ازل، چیزی نبوده که بخواد. ولی کن اگر نگاه کنین تمام با سرکوب زن آغاز شده، با سکس زنی، یک مرد چهار زن بگیره، قبیله رو تجاوز بکنین، چپاول بکنین، زنهاشون از آن شماست، یه سکسولوژیه در واقع. به نظر من یک زنی که مسلمان زاده شدم اما امروز دینم عشقه، انسانیته. میبینیم که در مقابل این موضوع زنان کیف یا اوکراین چگونه تا یک ماجرا میشه لخ میشن، یعنی میدونن نقطه ضعف اینها اون بدن زنه، عمدن لخت میشن، روی سن میرن، درست در جایی که این دولت‌های اسلامی حضور دارن مقابل سفارتخانه‌های عربستان برای آزادی زنان. و ما نشون دادیم بارها صورتاشون رو شبیه زنهای عرب میپوشونن اما بدنشون رو لخت نشون میدن. و در مصر هم من متاسفانه یک فیلمی به دستم رسیده بود، به اشتباه پاک کردم امروز، که شنیدم یک زن در مصر لخت شده به عنوان اعتراض به سیاست اخوان المسلمی، یا اگر بخوان اسلامیون بیان بر سر کار. خیلی امیدوارم این فیلم مطمئنم دوباره گذاشته خواهد شد. دوستانی که برای من این فیلم رو فرستادن بفرستن، ممنونم و خیلی سپاسگزارم که بیشتر فوتیجایی که ما در اینجا نشون میدیم در واقع اینا یاران رو در رو هستن که اینها به دست ما میرسونن و میدونن که من اینها رو نشون میدم، گلچین میکنم. و این فیلم بی‌نظیر رو من اشتباه پاک کردم قبل از اینکه ببینم، ایمیل های دیگر پاک میکردم، رفت بعدم توی نمیدونم این جیمیل چگونه است که اسپمشو من نفهمیدم کجاست که برم
اقلم یا تو ترشش، ببخشید ترش اونجا که میریزن دور، برم دوباره اونو نتونستم پیدا کنم. حالا ببینم. به هر حال موضوع دیگر، اون چه که مهم بوده تا دیروز بگیم، چون امروز اصلا روز دیگریه، تاریخ داره میدوه با عصر، زمان داره میدوره، زمان جلوتر از تاریخ میدوه. یک روز به فاصله شاید چند دهه تغییرات داره ایجاد میشه و این حق انسان ها خورده شده طول سالیان توسط تعداد معدودی که قدرت ها را در دست گرفتن در اون کشورهای فاسد. نمیگیم فساد در دولت های غربی نیست، اینجا هم دزدی میشه، اینجا هم معاملات زیرمیزی میشه، ولی نه چنان، در یه مرحله رو میشه، در پشت پرده نمیمونه اگر بخوان به ویژه اینا در قدرت قرار بگیرن. اما این قندرهای خاورمیانه از ایران خودمون گرفته تا منطقه میلیارد 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 تراشیدن به خاطر اون ثروت کشورشون، اینها رو بردن چپوندن تو بانکای سوئیس. یعنی در واقع این سوئیس یک قاچاق، بزرگترین قاچاقچی رو کره خاکی من فکر میکنم دولت سوئیس باشه. هیچ که نمیدونه آقای اسد تو با سوئیس چقدر داره، میرن میتونن پیدا کنن فرزند در بانک انگلیس یا عربستان فلان آخون چقدر گشته. شماره های سوئیس همه رمزیه و شما فکر کنید که الان چنده هست که این خاورمیانه به نفت و به ثروت رسیده و اینها پولای دزدی رو بردن تو بانک سوئیس. ببینید این پولا هم که اونجا میمونه که بعد کسی ویدرا نمیکنه، کش نمیکنه، اونجا هست برای ابد، تا اینکه یه روزی یه کسی مثل آقای قذافی کشته بشه، پولش رو بلاکه کنن. سوئیس هم ملاخور کرده چون حساب نداره. آمریکا میگه ما بلاکه کردیم، فرانسه میگه ما بلاکه کردیم، سوئیس هیچ وقت گفته ما پول کسی رو بلاکه کردیم. میزنه به جی. یکی از بزرگترین قاچاقچیای رو کره خاکی همین سوئیسه که ظاهرا دموکراتیک ترین کشورم هست. اینقدر سبز، اینقدر گل، اینقدر نازنین، همه ایش بیمه دارن همه، پس نداشته باشن. ثروتمندترین کشور رو کره خاکی همین سوئیس با پول قلدرای منطقه، سرسلاش هم در نمیاره. یه قاچاقچی که با شکل آقامنشی جنتلمنانه سرش انداخته با این کار به کاری کسی نداره، ولی پول همه رو میگیره میچپونه تو بانکش، هیچ کم پولش نمیکشه، میگه بر روز مبادا. این روز مبادا، روز مبادا بانک های سوئیس به ابدیت پیوستن و فقط خود داند، خود دولت سوئیس، که چه بیلیارد ها دلار پول انسان ها که مال خود بخش اعظمش هم مردم از آن قسمت سفره مردم ایرانه در این بانک ها خابیده. پس این قاچاقچی رو فراموش نکنی، کشور دموکراتیک و نازنین مثل سوئیس. اما بیشتر پول اینها به سوئیس، کشوری که باش رابطه خیلی خوب دارن، همشون اونجا یه حساب دارن، ولی بقیه حسابشون تو آمریکا ندارن، آنچنان تو انگلیس خیلی کم، تو مالزی، عربستان سعودی، کشورهای منطقه خلیج، در ترکیه، استرالیا. حالا چرا استرالیا پولاشون برن اینجا ها قایم میکنن، ولی سوئیس بزرگترین سرمایه داره از دوستان، یعنی حافظ مال دوستانه. ما داریم هی به دولت آمریکا داد میزنیم، میگیم آی بیا از حقوق بشر دفاع کن، هیچ که نیست مقابل این سفارت سوئیس بره بگه تو داری پول همه دوستای دنیا رو نگه میداری، هیچ. اینا هم دونه دونه سرکوب میشن و میرن، سرصدا در نمیاد، پولا کجا میره؟ هر روز هی به گلای خیابونات میافسایی، شدی کشور درجه یک، مردمت هم از بیغمی یا از سگاشون حرف میزنن و یا از آب و هوا. اما از ثروت رو بر کردیم. به این فکر میکردم که خب ما الان 7 میلیارد انسان بر روی کره خاکی هستیم، ها میگن 7 دیگه داره میگذره، بیشتر از این تعداد که بر روی کره خاکی هستیم در زیر خاک ها هستن، یعنی نسل ها، قرن ها، تمدن ها. این همه ثروت که بر روی کره خاکی الان، جواهرات سلطنتی، بیشترش زیر کره خاکیه، خاک خود ایران یکی از
مناطقی است که این تازگی ها مد شده در چند دهه اخیر، یه دهی با هم تیم میشن میرن کلنگ میزنن شب و نصف شب تو بیابون و دنبال گنج به دستم میارن. من چند نمونش رو میشناسم که زنگ میزدن ما اینو چه شکلی بفرستیم، خواهد چند تشون کشته شدن تو این را خودشون همدیگری میکشن. اما خواستم بهتون یک فیلم جالب از جواهرات سلطنتی در ایران نشون بدم که این فیلم بردار رفته و خوشبختانه اینها نتونستن جواهرات سلطنتی رو دست بزنن، که این جواهرات فقط مربوط به دوران پهلوی نیست. تو بگذاریم از این که بسیارش رو خارج شده قاچاق، ولی این یک فیلم جالبی است که تهیه شده توسط یک فیلم برداری که دعوت شده بوده به اونجا. دقت بفرمایید. باز اشکال صدا، اتاق فرمان باید صدا داشته باشه چون فیلم بردار توضیح میده. شما ببینید اگر تونستید وارتان گرامی صدا رو باز کنین به من بگین، چون یه بار دیگه یه فیلم اینگونه شد. درست شد؟ اگر شد بگین، اگر شد بگین. حالا این توضیح که خواستم خدمتتون بگم که این ثروت کشورها چگونه چپاول شده و حق مردمان چگونه ضایع شده، رفته نسل ها برای آزادی تا صداشون رو باز کردن، خفشون کردن، کشتن، امروز روز برخواستن نسل، جهان عوض شده. خدمتون عرض کردم اگر در یک قرن اندی پیش مارکس و انگلز بودن، امروز استیو جاب و باز شد و دیگر نابغه هایی هست که پدیده اینترنت، پدیده تکنولوژی، با یک حرکت ما میتونیم ببینیم در دنیا چه میگذره. با یک نگاه، با یک کلیک فیلم باز شد. لطف بفرمایید نگاه کنید، توجه کنید. یکی از چیزایی که فیلم باهاش شروع میشه و در واقع گفته میشه که در دل این سکوت سنگینی که اینجا هست، قصه های بسیار نهفته است، قصه های دور و دیرین، قصه های تلخ و شیرین. و بعد از اینکه ما نمای کلی خزانه رو میبینیم، میرسیم به ویترینی که در واقع لباسای ناصرالدین شاه توش آویزونه و لباده امیرکبیر. در واقع یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که خب این ویترین هایی که تمام این اشیاء بسیار قیمتی درشون بودن، هیچ کدوم امکان باز کردنش نبود. و خب ما همش نگران این مسئله بودیم که احیانا این ویترین ها و شیشه هایی که هست با انعکاس نوری که در اونا هست و اینا، یه مقدار زیادی دست و پای ما رو میبنده.
و خب من به فکر افتادم یه شیطنت در واقع کاری بکنم و اون این بود که خب برای بیننده فیلمی که میدونه که این اشیا از اون ویترین ها نمیتونن بیرون بیان بگم که به هر حال اگر فیلمساز بخواد شما جلوشو نمیتونید بگیرید و این بود که یک تکنیکی رو استفاده کردیم از اینکه یکی از این شمدونا رو به نوعی فیلم برداری شد که شما فکر میکنید که از ویترین در آمده. تصویری که میبینیم تصویر یک دختر قاجاره که یک شمع رو روشن میکنه و دوربین در واقع به طرف شعله شمع حرکت میکنه و از دل این شعله شمع چلچراغ بزرگ تالار سلام در کاخ موزه گلستان در میاد و جمله‌ای که گفته میشه این هست که در واقع روشن کردن یک شمع تاریخی میتونه صدها شمع امروزی رو روشن بکنه برای اینکه کنجی از تاریکی‌های تاریخ رو ما روشن بکنه. یک جعبه موسیقی رو کشف کردیم و باید تشکر کنم از مسئولان کاخ موزه گلستان که اون جعبه موسیقی رو به ما نشون داد. این جعبه موسیقی در واقع در سفر ناصرالدین شاه به اروپا، معلوم نیست در اولین، دومین یا سومین سفر، به ناصرالدین شاه هدیه شده. ساخت سوئیس. 8 استوانه داره که وقتی این استوانه ها رو شروع به چرخیدن میکنن و اینا، شروع میکنه آهنگ‌های رو زدن. وقتی شما اون آهنگ‌ها رو گوش می‌کنی می‌بینید که آهنگ‌ها بر اساس تل‌های ایرانی است که بعداً موزیسین‌های معروف ایرانی مثلا مثل مشیر همایون شهدا غیره که روی پیانو می‌زدن همون تم‌ها رو اجرا کردن و شما خودتون سوال می‌کنید که خب این تم‌ها چگونه در اون زمان به دست سوئیسی‌ها رسیده بوده که آمدن این استوانه‌ها رو به این ترتیب در واقع تنظیم کردن که وقتی جعبه موسیقی شروع به نواختن می‌کنه تم ایرانیه زمان خودش باشه. اینا رو کی آمده بوده جمع کرده بوده؟ این باز یکی از نکات فرهنگی جذاب تاریخ ماست. میتونیم نگاه بکنیم که خب مثلا امین السلطان میاد برای اینکه دل ناصرالدین شاه رو به دست بیاره یک شمشیری رو که مرصع به انواع و اقسام جواهرات بهش تقدیم میکنه و بعد میبینیم که جالبه ناصرالدین شاه که فوت میکنه، مظفرالدین شاه وقتی که میره به دیدار ادوارد هفتم توی عکس دست جمعی که انداختن همون شمشیر رو به دست داره و بعد میبینیم در آخرین تاجگذاری پادشاهان ایران یعنی تاجگذاری محمد رضا شاه اون هم همون شمشیر ناصرالدین شاه رو به کمرش بسته. پس نگاه میکنیم میبینیم که پس ارتباطای اینجا شکل میگیره. ما نقش بت جقه رو داریم. خب این بت جقه همون نقشی است که به صورت جقه بر کلاه پادشاهان وجود داشته. خب این جقه از کجا آمد؟ آدم ناچار میشه مطالعه بکنه. بعد میبینه یه جایی میگن که خب جقه در واقع همون سروی است که نشانه آزادی و آزادگی ایرانی است و از سر فروتنی و تواضع سرافکنده است. یه عده میگن نه، جقه یعنی همون نقش بت جقه، بله، سرو که مظهر آزادگی مزدکیان بود و پس از اینکه مزدک در شورش مزدکیان کشته شد به عنوان سوگ مزدک این سر رو سرفکنده کرد. خب اینا داستانه قشنگی است که ما راجع به فرهنگ خود ما الان صبح تا غروب هی پارچه بت جقه میندازیم رو میزمون، تنمون، نمیدونیم اصلا این نقش از کجا آمد و این خزانه جواهرات به خودی خود بهانه است برای اینکه در واقع ما بتونیم تاریخ مملکتمون رو از یه مقطعی به بعد از دیدگاه خاصی ببینید. فیلمی از جواهرات سلطنتی در ایران، فقط مادر ایران زمین، مادر طبیعت میدونه که چه مقدار از این جواهرات، چه گنجینه جواهر بوده، دزدیده شده، برده شده یا زیر خاکاس هنوز کشف نشده، فروخته شده و با چه افتخاری کشورهای خارجی اینها رو گردگیری میکنن و پشت ویترین ها بلیط میفروشن مردم بیان آثار باستانی ما رو در موزه های غربی ببینن. باز دمشون گرم که این رو نگهداری میکنن. امیدواریم یه روزی خودمون به اون فرهنگ برسیم. خدمت شما روز شنبه گزارشی دارم در ارتباط با رئیس جمهور ایرانی الاصل سابق اسرائیل. موشه قصاب بوده ولی کاتساب میگن، موشه کاتساب، که با چه توته و ترفندی براش پاپوش ساخته شد و مسئله‌ای رو که
عاقبت به اینجا بود که خودش گفته بود بابا من سکرترم رو بغل کردم که جنایت نکردم، خواستم مهربانی کنم. از قصرش نه تنها پایین کشوندن و این آقای شیمون پرس چشمش به قصر این بود، بلکه انداختن بر پشت میله های زندان با خفت و خاری. صبح تا شب تنبیهش اینه که تورات بخونه. و متاسفانه جامعه یهودی ایرانی که 7% جمعیت اسرائیل در داخل اسرائیل، 7 یا 8% و جامعه یهودی ایرانی در لس آنجلس که تا بگی اسرائیل میگن چی گفتی؟ چجوری تلفظ کردی؟ سکوت کرده که چرا یک ایرانی بالیراقت رو، زاده ایران رو، مراحل رو طی کرد و اومد رئیس جمهور شد، هیچ کس کوچکترین اعتراضی نکرد. ترسیدن همه. با آقای منچر بیبیان صحبت میکردم، گو همین موشه کتساب وقتی میمال لس آنجلس تمام یهودی های ایرانی صف میکشیدن که دعوتش کنن، یک وکیل برای این نگرفتن و این بیگناه به زندان افتاده، جنایت کرده، تجاوز کرده، دزدی کرده، براش خوب پاپوشی ساختن. و فقط میخوام همین رو بگم، این اولی ایرانی بودی که در صحنه سیاست اسرائیل به این مقام رسید. اصلا اجازه نمیدن. من اینکه در ارتش تازه بیا دارن اجازه میدن، در بیزینس و کارهای دیگر اشکال نداره، ولی این عدم اعتراض به یک مرد بالیاقت ایرانی مثل موشه کتساب و شیمون پرس و این رو فقط اشک نازی کردن صحنه سیاست اسرائیل رو و پاک کردن از یهودیان غیر اشک نازی، روز شنبه براتون گزارش دارم. توجه بفرمایید. تشکر از آقای وارتان در اتاق فرمان. شنبه ها 8 بامداد و 3 شنبه 4 بعد از ظهر در خدمتتون هستم. بدرود تا برنامه.